گفتن یا رسول الله این همه دعا تو کردی به درد ابو طالب نخورد. گفت چرا؟ از تای جهنم اومد سر جهنم، ولیکن پاش در داخل جهنم از دماغش آتیش خارج میشه. اینجوری برای ما گفته شده حدیث های صحیح و قرآن هم از این بیشتر میگه. از حدیث های ما قرآن بیشتر میگه که عذاب کافرها چجوری است در روز قیامت. پس اگر قرار بود پیغمبر بتونست کاری بکنه، اولین کسی که سرش حق داشت ابو طالب بود که در همه سختی ها باش بود. ولیکن مسئله توحید مشکل در اینه که از اون طرف ابو سفیان تمام عمر با حضرت پیامبر جنگید، دو سال آخر مسلمان شد، بهشتی شد انشاءالله، و ابو طالب تمام عمر با پیغمبر بود، کمکش کرد، سختی دید، خودش هم گشنگی کشید وقتی که معاصر اقتصادی شدن، بچه‌هاش به کمکش فرستاد. اما با این وجود نبودن توحید هیچ فایده‌ای برای ابو طالب نداشت.